مطابق معمول هر هفته با اخبار زندانی های سیاسی در خدمتتون هستیم با خانم شکوفه آذرماسوله. شکوفه عزیز، توی این هفته یک خبر عجیب داشتیم که خیلی هم سر صدا کرد، هم توی مجامع ایرانی و هم توی مجامع بین المللی، و اون هم خبر حکم احتمالی نسرین ستوده هست که خیلی سنگینه. درود بر شما. بله، در هفته گذشته خبر واقعا تکون دهنده ای داشتیم در رابطه با بانو نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر و وکیل دادگستری، که حکم 34 سال زندان و 148 ضربه شلاقی که عفو بین الملل در واقع در پیامی گفتن که با اون روبرو هست. نسرین ستوده در پرونده دوم خودش به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت مؤثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل بازپرسی و اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی متهم شده. و این وکیل دادگستری تنها در یک جلسه دادگاه غیابی برای این 7 اتهام به ریاست قاضی مقیسه که برگزار شده، ولی هنوز به ایشون ابلاغ نشده این حکم. و عفو بین الملل فراخوانی برای اقدام فوری داده که گفته که هموطنان اگر میتونن طبق این فراخوان به ابراهیم رئیسی که در واقع قوه قضاییه جدید هستش، رئیس قوه قضاییه جدید هستش، نامه‌ای بنویسن و خواستار در واقع تجدید نظر در این حکم ناعادلانه و وحشتناک بشن. شکوفه، وکیل خانم قلیان هم توی اینستاگرام یه صحبتایی کرده بود راجع به وضعیت پرونده ایشون. ممنون میشم یه اشاره بهش بکنی. آقای جمال حیدری، وکیل مدافع خانم سپیده قلیان، در صفحه اینستاگرامش در رابطه با ایشون گفتن که آنچه این روزها بر سپیده و خانوادش میگذره بسیار سخته، و ایشون گفتن پدر و مادر پیری که هر روز از دستفول به امیدی به دادسرای شوش میروند تا دستور آزادی بگیرن، اما دادستان در واقع دستور داده که خانواده قلیان حتی حق ورود به دادسرا رو ندارن، در حالی که بستگان درجه یک زندانی این حق رو دارن که پیگیر مسائل اون زندانی باشن. و گفتن که بعد از بازداشت مجدد سپیده بارها به دروغ به اونها گفته شده که پرونده در شوش نیست، و پدرش رو بارها به تهران و این پرونده رو به تهران فرستادن، در حالی که همچین مسئله حقیقت نداره. و اجازه ملاقات رو گفتن که حتی وکیلشون اجازه ملاقات نداره، در حالی که سپیده قلیان الان ممنوع ملاقات نیست. و گفتن که بعد از این همه مدت و این 70 روز که در اختیار وزارت اطلاعات بوده و در واقع بازجویی های این بانو تموم شده، چه در واقع ضرورتی هستش که همچنان در بازداشت بمونه. و در نهایت گفتن در کنار همه اینها سپیده همچون شهرش دستفول مقاوم است و حالش را خوب می نماید. همینطور توی کانال سندیکای هفتپه در مورد وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی یک بیانیه ای صادر شده. بله، کانال کارگران نیشکر هفتپه فراخوانی رو دادن و در واقع گفتن کارگران و هم سرنوشتان، همونطور که همگی اطلاع دارین، اسماعیل بخشی تنها به دلیل دفاع از مطالبات به حق کارگران مورد خشم صاحبان سرمایه و مدافعان اونها قرار گرفته، و گفتن که اسماعیل بخشی با توجه به فشارهای روحی و جسمی که قبلا بر اون وارد شده، الان باید مورد نظر پزشک باشه، ولی متاسفانه با بازداشت مجدد از این حق محروم شده و این مسئله باعث میشه که در واقع صدمات جبران ناپذیری در موردشون ایجاد بشه. و گفتن که وحشت و ادامه بازداشت فضای روب و وحشت و ادامه بازداشت اسماعیل و مستصل کردن ایشون رو در واقع به این دلیل هست که ایشون رو وادار به اعتراف اجباری کنند، و این گونه فشارها رو گفتن نه تنها زشت و غیر انسانی است، بلکه مغایر تمام قوانین حقوق بشری هستش، و گفتن به این فشار بی حاصل خاتمه دهید و به جای تهمت و اعتراف گیری به فکر معیشت و زندگی میلیون ها انسان کارگر و زحمتکشی باشین که توان خرید مواد غذایی ابتدایی و اولیه و زندگی اولی از اونها سلب شده. و گفتن سندیکای کارگر هفتپه این بازداشت ها رو کاملا محکوم میکنه و از تمام کارگران و مردم شریف میخواد که صدای اسماعیل بخشی و کارگران و معلمان دربند باشه.
بازداشت های گسترده و ناگهانی کارگری متاسفانه هنوز هم قربانی هایی رو داره که ما از وضعیتشون بیخبر هستیم، نتونستیم اطلاعات دقیق پیدا کنیم. یکی از اونها مازیار سید نژاد هست. بله، بیش از 95 روز بیخبری از مازیار سید نژاد میگذره، اما هنوز هیچ پاسخ روشنی به خانوادهش در رابطه با ایشون داده نشده. ایشون در قرنطینه زندان شیبان اهواز به همراه امیر امیرقلی زندانی است و خبری که رسیده این که مادر این زندانی هم در اثر فشارهای وارده به بیمارستانی در اهواز بستری شده. بعد از انتشار خبر شکنجه شدن سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، خب خیلی ها همکاری کردن، خیلی ها همدردی کردن، با هشتگ من هم شکنجه شدم توی فضای مجازی نوشتن و الان هم یک نامه رو داریم از یک زندانی سیاسی که در همین زمینه نوشته. بله، نامه سرگشاده حسن صادقی رو داریم که در واقع ایشون خودشون هنوز در زندان رجای شهر زندانی هستن و همسرشون فاطمه مصنع در بند زنان زندان اوین، و ایشون در واقع در نامه‌شون گفتن که شکنجه رو تکذیب کنن، واقعیت که تغییر نمی کند، و ایشون در واقع با آقای اسماعیل بخشی ابراز همدردی کردن و از نقاط مشترکشون گفتن که در واقع شکنجه و زندان هست، و در واقع ایشون گفتن که در سال 60 و در حالی که فقط 16 سال سن داشتن به جرم اینکه در واقع آزادی طلب بودن و شور و شوق آزادی رو داشتن دستگیر شدن و توی همون سالها بارها و بارها 150 تا 200 ضربه کابل و چوب به کف پاشون می‌زدن و 12 ساعت و گاهی بیشتر به شکل قپانی آویزون نگرشون می‌داشتن، و سال 61 ایشون گفتن که چشم راستشون آب مروارید میاره و به خاطر این علتش این بوده که بیش از حد کابل خورده بودن و هر دو تا کتف دستشون رو هم شکسته بودن، و گفتن که اینها، البته اینها همه به حالت در واقع طنز گفتن، البته همه اینها شایعه بود، ولی عوارض این شایعات برای من آب مرواریدی بود که در واقع باعث شد که تبدیل به آب سیاه چشم بشه و بینایی چشمم رو گرفته و تومورهای استخوان کف پا که عملا امکان راه رفتن رو از من گرفته. و در واقع ایشون از شرایط همسرشون گفتن و گفتن سال 91 مجدد دستگیر شدیم، این بار با همسرم فاطمه مصنع و پسرم ایمان در اتاق بازجویی شهر دادن که صدای کتک خوردن همه پسرشون و ناله های همسرشون رو میشنیدن، یعنی که میخواستند بشنوند بازجوها، و این چیز و گفتن که اینها شکنجه نبود. البته در سن 53 سالگی هم به دلیل توده های اضافی استخوان نمیتونم راه برم و نمیتونم حرکت کنم، و گفتن از طرف خودم در زندان رجای شهر، همسرم در زندان اوین و بچه هایم بی سرپرست و آواره، حتی حکم مصادره خانه و مغازه پدریم را صادر کردن، و گفتن اجازه تلفن و حتی ملاقات همسرم رو هم ممنوع کردن، و گفتن که در واقع شکنجه و زندان و بعد وقاحت تکذیب آن چیزی نیست که ماندگار بماند و اینها علائم ظلم است و جرم و ماندگار نمیماند. آقای صادقی راجب اوج وقاحت این رژیم صحبت کرد، اما این رژیم روز به روز دست به کارهای جدیدی میزنه واسه یه بالا بردن این اوج، و اون یکی از جدیدترین کارها هم این هستش که برای یک فعال مدنی معلول حکم شلاق صادر کردن. بله، اوج وقاحت و حقارت یک حکومت رو میشه در واقع در این حکم دید که حکم شلاقی رو دادن برای یک فعال فرهنگی معلول، و تنها به این دلیل که ایشون چند تا پست در واقع انتقادی در اینستاگرام نوشتن. واقعا این حکومت چی رو میخواد ثابت کنه؟ در همه جای دنیا نگاه ویژه و کمک‌های ویژه به معلولین میشه، ازشون حمایت میشه. این حمایت که نمی‌کنید، چطور به خودتون اجازه میدین که حکم شلاق صادر کنین برای کسانی که در واقع فقط یک پست انتقادی نوشتن؟ و باید بگیم که این حکم از سوی قنبری، رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری بوشهر صادر شد. امیدوارم که هر چه زودتر شاهد محاکمه همین قاضی و امثال اون باشیم، و امیدوارم که توی دادگاهی که برای این قاضی قنبری تشکیل میشه آقای متوری هم به عنوان شاهد حضور داشته باشه. یک حکم اعدام هم داشتیم شکوفه توی هفته گذشته که برای یکی از کسانی هستش که به اتهام حمله به مجلس بازداشت شده. بله، صدور حکم اعدام رو داشتیم برای بازداشت شدگان حمله به مجلس ایران. آقای فریدون زاکری نسب، شهروند 29 ساله اهل
سر پل ذهاب به اتهام همکاری با گروه‌های تندرو اسلامی و دست داشتن در حملات به ساختمان مجلس و قبر خمینی روز 17 خرداد 96 به اعدام محکوم شده و این حکم رو هم مطابق معمول قاضی صلواتی صادر کرده و گزارش شده که این آقای فریدون ذاکری نسب مسئول کمیته کنگفو استان کرمانشاه و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بوده و باید ذکر بشه که پیشتر هم در 16 تیر 97 حکم اعدام 8 شهروند دیگر اهل کرمانشاه بوده که به همین اتهام ها که به اعدام محکوم شده بودن اجرا شده و البته لازم هستش که ما اسامی این اعدامی ها رو به دستمون نرسیده. دوستانی که در زمینه حقوق بشر تو منطقه کرمانشاه کار میکنن اگر لطف کنن این اسامی اعدامی ها رو به ما بدن که بتونیم حداقل اسامیشون رو رسانه کنیم. اسامی اعدامی ها به سختی پیدا میشه و گویا اسامی کشته شدگان دیماه 96 هم به همین صورت هست. خبر جدیدی رو داشتیم راجع به هویت یکی دیگه از کشته شدگان، امین کرکی. بله، در واقع یک نام دیگه هم افشا شد از در واقع کسانی که کشته شدن در اعتراضات 96، آقای امین کرکی که خانوادش در واقع و طایفه لور به نام کرکی میشناسن، نامی که برای اونها یادآور مرگ، انکار و فراموشی هست و ایشون کارگر مجرد و 31 ساله بوده، متولد 66 و فرزند پنجم از یک خانواده، در واقع از 8 فرزند یک خانواده کارگری اهل اندیمشک ساکن دسفول که در اعتراضات دی ماه 96 شرکت کرده بود به اتهام پاره کردن عکس خمینی بازداشت شده بود و پس از 74 روز ابتدا آزاد شده بود، ولی بعدن بسیج و چند ماموری که در واقع به خونه اون هجوم میبرند و به نوعی ایشون رو میربایند از منزلش، ایشون به قتل میرسه و ماجرا از این قرار هستش که چند مامور کلانتری و شخصی به نام سروان باباخانی از طریق منزل همسایه و از روی دیوار بدون داشتن حکم قضایی به زور وارد خانه حسین کرکی میشن. پدر امین و خانواده کرکی و چون نصف شب بوده با مامورین درگیر میشن و به پدرش شوکر میزنن و در نهایت امین کرکی رو با خودشون میبرن و برادرش در واقع گفته که ایشون امین ممنون ملاقات بود و اجازه تماس تلفنی هم نداشت. بعد هم گفتن همون روز اون بازداشت شده و به کلانتری دسفول منتقل شده و در نهایت اینکه خانواده‌اش گفتن، به خانواده‌اش گفته بودن اگر یک فیش حقوقی 7 میلیون تومانی بیاورید آزادش میکنیم، که این کارو انجام ندادن و میدونستن که یک خانواده کارگری هستیم و از این پول‌ها نداریم و در نهایت حتی همسایه‌ها رو در واقع تهدید کرده بودن و گفته بودن که این قتل رو به گردن همسایه‌ها میندازن و در نهایت این جوان نازنین رو به قتل رسوندن جزء اعتراضات دی ماه 96. برای یکی دیگه از معترضین دی ماه هم حکم حبس صادر شده که ممنون میشم جزئیات پروندهش رو بهمون بگید. آقای مهدی میری شهروند ساکن تهران بودند که در جریان اعتراضات دی ماه در حین شعارنویسی بازداشت شدند و در اسفند همون سال در دادگاه انقلاب به 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند و در زندان اوین در حال تحمل حبس هستند و اتهاماتی که بهشون از طریق قاضی صلواتی داده شده توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام هستش که در واقع این حکم در دادگاه تجدید نظر هم عیناً تایید شد. توی اخبار هفته های گذشته ما بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم و متاسفانه باز هم مجبوریم تاکید بکنیم زندانی هایی که مشکل سلامتی دارن از دریافت خدمات درمانی محروم هستن. یکی از اونها هم آقای ابوالقاسم فولادوند هست. آقای ابوالقاسم فولادوند با وجود گرفتگی ماهیچه های قلب از اعزام به بیمارستان خارج از زندان محروم مونده و با وجود وخامتی که در واقع مسائل بیماری های قلبی داره ایشون رو به اعزام نمیفرستن و این در حالی هستش که این زندانی 60 ساله از مدت ها قبل دچار گرفتگی ماهیچه های قلب هست و پزشکان به صورت ضروری گفتن که حتما باید به بیمارستان اعزام بشه. در خصوص ایشون باید گفته بشه که ابوالقاسم فولادوند از خرداد سال 92 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده، در بهمن همان سال به اتهام بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق به 15 سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به رهبری به 2 سال حبس تعزیری و به دلیل شرکت در اعتراضات سال 88 و اتهام اخلال در نصب عمومی به 1 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شده که اکنون هم در حال گذراندن حبسشون در رجای شهر هستند. همینطور یک نویسنده رو داشتیم توی خبرها که حکمی که دریافت کرده خیلی سنگین‌تر از اونیه که حتی از دادگاه‌های جمهوری اسلامی بشه انتظار داشت.
آقای رضا گلپور چمرکوهی نویسنده کتاب شنود اشباح و زندانی امنیتی که در مدت‌های بسیار طولانی در بند دو الف سپاه پاسداران نگهداری می‌شده و بازجویی شده، اتهامات بسیار سنگینی بهشون زدن، از جمله همکاری با دولت اسرائیل و در واقع بهشون 28 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدنشون و سال 95 بازداشت شدن و از سال 95 تا کنون در بند دو الف بودن، یعنی مدت بسیار بسیار طولانی در انفرادی بودن و این حکم هم طبق معمول توسط قاضی صلواتی صادر شده. اتهامات جاسوسی برای دولت متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و در شعبه 36 تجدید نظر قاضی زرگر از اتهام جاسوسی تبرئه شدن و در واقع این حکم طبق قانون ماده 134 به 15 سال حبس تعزیری قابل اجراست که بعد 15 سال حداقل ایشون حبس بکشه. همینطور یک نویسنده دیگه ای رو هم داریم که ایشون هم به حبس محکوم شدن. بله، آقای نیما صفار و نویسنده و فعال مدنی ساکن گرگان به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده. ایشون تنها اتهامی که بهشون زدن فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی هست و قبلا هم در 26 سال جاری در واقع با پایان محکومیت قبلیشون از زندان گرگان آزاد شده بودن. چون به یک خواننده کرد هم داریم که هم محکومیت حبس گرفت و هم ممنوعیت خوانندگی، ممنوعیت فعالیت مادام العمر. بله، آقای به نام آقای پیمان میرزاده که خواننده کرد هستن به 2 سال حبس و همونطور که خودتون گفتین اشاره کردین به محکومیت دائمی از خوانندگی محکوم شده و علتش هم این فقط این بوده که جمهوری اسلامی میگه که خواندن ترانه های حماسی و انقلابی کردی در واقع به نوعی تبلیغ علیه نظام محسوب میشه و این حکم رو براشون صادر کرده. یکی از زندانی هایی که هر قدر هم راجبش حرف بزنیم کم هست سعید ملکپوره. سعید ملکپور چند وقت پیش با عکسی که ازش منتشر شد موقع اعزام به بیمارستان دوباره به سر خبرها اومد. وضعیتش نسبت به 10 سال پیش خیلی تغییر کرده، شکل ظاهریش کاملا مشخصه که چقدر تحت فشار هست. توی این مدت خواهرش خیلی تلاش کرده که فشار بیاره از طریق بین‌المللی، چون ایشون دو تابعیتی هستن، که باعث بشه ایشون رو آزاد بکنن، اما هنوز به نتیجه نرسیده. سازمان عفو بین‌الملل هم بارها راجع به ایشون بیانیه داده و باز هم بیانیه جدید رو داریم در همین زمینه. بله، آقای سعید ملکپور شهروند ایرانی که داره اقامت دائم از کانادا هست، از زمان بازداشتش در 13 مهر 87 در ایران بیش از 10 سال میگذره. ایشون در سال 89 در ابتدا به اتهام گسترش فساد در زمین در ارتباط با یک برنامه وب که برای آپلود کردن عکس طراحی کرده بود و به گفته مقامات ایرانی برای وبسایت‌های پورنوگرافیک طراحی میشد استفاده میشد به اعدام محکوم میشن. ابتداا این برنامه منبع باز بوده و سعید ملکپور اظهار داشته که استفاده از این برنامه وب در وبسایت‌های دیگر بدون آگاهی اون بوده، یعنی ایشون هیچ اطلاعی نداشته. حکم اعدامشون در سال 92 به حبس ابد تخفیف پیدا میکنه و همچنین یک اتهامات مبهم دیگه بهشون شامل توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، توهین به مقدسات اسلامی و تبلیغ علیه نظام، همزمان 7.5 سال دیگه هم بهشون زندان میدن که این اتهامات در رابطه با برنامه وب و نامه عمومی بوده که سعید ملکپور در سال 2010 در رابطه با جزئیات شکنجه هایی که شده در زمان بازداشت نوشته بوده و در این نامه ها نوشته بوده که بعد از بازداشت و دوران انفرادی حتی ایشون اجازه دسترسی به مراقبت های پزشکی رو هم نداشته و خواهرشون هم گفتن که هیچ در واقع منبعی برای این در واقع زندان و این اتهامات وجود نداشته مگر اعترافاتی که زیر شکنجه و به صورت اجباری از برادرش کسب کرده و به همون هم استناد کردن و این احکام سنگین رو دادن و عفو بین الملل از هموطنان خواسته که در واقع خواستار آزادی ایشون بشن و از رهبر ایران، رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور نامه هایی بنویسن و این آزادی رو طلب کنن. توی خبرها داشتیم که یک کارمند سابق وزارت دفاع هم حکم حبس گرفته. بله، خبری داشتیم در رابطه با وضعیت آقای حسین ابراهیمی که کارمند سابق وزارت دفاع بودن و زندانی سیاسی که اکنون در اوین هستن، از دی ماه سال جاری در واقع به تحمل حبس به اوین منتقل شدن و ایشون به دلیل شکایت حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح به دلیل اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده در
فضای مجازی به 1 سال و 5 ماه حبس تعزیری محکوم شدن و مدت 28 روز هم در سلول های انفرادی بودن. و مطابق معمول توی سیستم حکومت جمهوری اسلامی زندانی هایی رو داریم که از آخرین حربشون، آخرین اهرام فشارشون استفاده میکنن واسه اینکه موقعیت بهتری پیدا بکنن که نزدیک باشه به حقوق بشر و اون هم اعتصاب هست. ممنون میشم یه اشاره بکنیم به کسایی که توی این هفته اعتصاب قضا کردن. بله، یک زندانی به نام آقای قادر محمدزاده که در واقع در زندان ارومیه به نام زندان دریا مشهور هست، در سومین روز اعتصاب خودش به دلیل اینکه گفتن که عدم امنیت دارند به بند اشرار زندان ارومیه منتقل شدن و ایشون در اعتصاب قضا هستن و در 14 سال حبس خودشون رو در زندان مرکزی ارومیه میگذرونن و حق ملاقات با خانوادهشون رو هم ندارن و مشکل در واقع تماس تلفنی و حق ملاقات هم از مسائلی هست که این زندانی دارن. یک نفر دیگه ای رو هم باز در اعتصاب قضا داریم، مریوان کرکوکی که زندانی عقیدتی در واقع کرد هستش، اهل کردستان عراق، که ایشون به دلیل اینکه خواستشون این هستش که استرداد بدن ایشون رو به کشورشون به اعتصاب قضا دست زدن و از روز یکشنبه 12 اسفند ماه به اعتصاب قضا رفتن و طبق گفته‌هایی که در واقع زندانیان دیگه گفتن بیش از 7 کیلو وزنشون رو از دست دادن و شنبه 10 اسفند به دلیل افت فشار خون و فشار عصبی به حالت نیمه بیهوش افتادن، به حدی که زندانیان دیگه به سختی تونستن انتقالش بدن و باز هم با اعزامشون به بیمارستان موافقت نشده. فشار خونشون زیر 8 هست و از ناحیه کلیه و دستگاه گوارش به شدت آسیب دیدن و به دلیل اعتصاب تارهای صوتیشون هم بسیار ضعیف شده و حتی توانایی صحبت کردن و ایستادن روی پاشون رو هم ندادن، ولی با این وجود مسئولین هیچ نوع کمکی نکردن و رسیدگی به وضعیتشون نشد. بعد از ماها فراز و نشیب در پرونده بهنام ابراهیم زاده، بعد از تعیین وثیقه و عدم قبول وثیقه، بالاخره ایشون حکم دادگاهی گرفتن. بله، آقای بهنام ابراهیمزاده فعال کارگری و حقوق کودکان به 6 سال حبس تعزیری محکوم شدند. آقای بهنام ابراهیمزاده تنها جرمشون دفاع از حقوق زحمتکشان و کودکان کار هستش و حکمی که بهشون دادن غیر از 6 سال زندان نوشتن که مطالعه و رونویسی 3 تا کتاب، یعنی محکوم شدن جمهوری اسلامی جدیدن خیلی از خودشون در واقع خلاقیت به خرج میدن به جای اینکه زندانیان رو تشویق کنن که کتابهایی که حالا معلوم نیست چه کتابهایی ولی بنویسن، بهتره که در واقع اصلا این احکام ناعادلانه رو صادر نکنه. بهنام ابراهیم زاده کسی بود که در واقع در زلزله حوادث زلزله کرمانشاه، من دقیقاً یادم ایشون تمام مدت در کرمانشاه و کمک به آسیب دیدگان بود، کاری که وظایف دولت است. حالا پاداش بهشون نمیدین 6 سال زندان با وجود داشتن در واقع یک فرزند بیمار و شرایط این چنینی، دیدین 6 سال زندان چیز واقعا وحشتناکی هست برای ایشون. شکوفه، توی چند وقت گذشته ما بازداشت‌های گسترده استانی رو خیلی زیاد دیدیم توی آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و الان هم نوبت چهارمحال بختیاری شده. بله، خبری به دستمون رسیده در رابطه با اینکه در استان چهارمحال بختیاری وزارت اطلاعات جوانان بسیاری رو دستگیر میکنه و به مکان نامعلومی منتقل میکنه و موج این دستگیری ها انقدر زیاد شده که مامورین اطلاعات بدون هیچ خبری و بدون هیچ دلیلی این جوانان رو بازداشت میکنه و هیچ نیروی انتظامی هم از سرنوشتشون اظهار بی اطلاعی میکنه. درسته، میدونیم که منبعی که این خبر رو واسه ما ارسال کرده هنوز دنبال پیدا کردن هویت ها هستش و ما هم به محض اینکه پیدا بکنیم به استحضار بیننده هامون میرسونیم. از شما هم تقاضا میکنیم که اگر اطلاعاتی در این زمینه به دست آوردید حتما برای ما ارسال بکنید. شکر، به همزمان با این خبرهایی که از بقیه استان ها میاد، توی دادگاه های انقلاب ارومیه و سنندج سر قاضی ها بسیار شلوغ بوده. بله، صدور حکم 22 سال حبس برای 4 فعال مدنی هستش که در واقع آقای کمال عبداللهی، محمد پتایش، عصمت سلحشور از سوی دادگاه انقلاب به ترتیب 7 سال و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدن. همچنین آقای مختار زارعی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شدن و خانم عصمت سلحشور هم که در اردیبهشت سال گذشته از سوی حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شده بوده به اتهام همکاری با
احزاب مخالف حکومت به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدن و مختار زارعی هم که قبلا با قید وثیقه 200 میلیونی آزاد شده بوده به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده و آقای کمال عبداللهی به دلیل حکم 7 سال گرفتن به دلیل جاسوسی، این چیزی که ذکر کردن جاسوسی برای آمریکا، و محمد پتایش رو هم به همچنین یه همچین اتهامی بهشون زدن و 7 سال حبس در واقع تعزیری دارن و رزگار محمدی، مختار زارعی و تحسین پیروزی هم و از سوی دستگاه قضایی در شهر ارومیه، سنندج و مریوان مجموعاً به 18 سال و 6 ماه حبس محکوم شدن. دادگاه انقلاب سنندج یک حکم غیابی هم برای یک فعال کارگری صادر کرده. آقای خالد حسینی، فعال کارگری و اعضای کمیته هماهنگی، به صورت غیابی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده و علتش هم گفتن که از اعضای کمیته هماهنگی و به دلیل کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بوده که این حکم رو بهش دادن. ایشون در به دلیل اجتماع و تبانی از طریق تبلیغ اعتصاب عمومی در کردستان در اعتراض به اعدام 3 جوان زندانی، رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی، این حکم رو بهش در واقع دادن. از سوی فشارهای داخلی و خارجی از طرف افراد شناخته شده، چهره‌های خاص و حتی نهادهای حقوق بشری برای آزاد کردن فعالین محیط زیست داره زیاد میشه. از سوی دیگه جمهوری اسلامی به بازداشت این فعالین ادامه میده. بله، بازداشت هایی داشتیم از فعالین محیط زیست کرد که به آقای آرمین اسپرلوس و فردین کریمی در سنندج بازداشت شدن و در واقع باز همچنین احکام دیگه ای صادر شده در شهرهای مریوان، کامیاران و سنندج و در واقع همینطور این دستگیری ها ادامه داره. بیش از تعدادی از فعالین محیط زیست همچنین به نام های کاوه بابا مرادی، سحر کاظمی، سیروان عیسی فیضی، راشد منتظری، آمانج قربانی و ایرج و افشین شیخ الاسلامی و آرمان وفایی در بازداشتگاه اداره اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه سنندج همچنین به سر می‌برند. و یک مرگ مشکوک هم داشتیم توی زندان زاهدان که شواهد به حدی ناقصه که مقامات قضایی خود جمهوری اسلامی هم نمیتونن اون رو واقعا خودکشی اعلام بکنن. بله، خانواده عبدالستار سپاهی گفتن که در واقع ایشون شکنجه شده و سپس کشته شده و برای اون در واقع صحنه سازی خودکشی کردن. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، 11 اسفند عبدالستار سپاهی به طرز بسیار مشکوکی در زندان سراوان فوت میکنه و عبدالباسط برادرشون میگن که برادرم به صورت بلا تکلیف 2 سال در زندان زاهدان و سراوان بود و گفتن که قبلا ایرج نوربخش رئیس زندان سراوان و جهانتیغ حفاظت زندان با برادرم درگیر میشن و به قدر اون رو میزنن که دستش رو میشکنن. میگن که ما از نوربخش شکایت کردیم، اونها اومدن و اول گفتن اشتباه کردیم و با قول مساعد این که آزادش میکنن رضایت میدن و شکایتشون رو پس میگیرن، ولی عملا نه تنها ایشون آزاد نمیشه بلکه یک بار دیگه هم مورد شکنجه قرار میگیره و روش آب جوش میریزن و میگن خانواده‌اش میگن برای بار سوم هم اون رو کشتن. و آقای عبدالواسط افسودن که زندانیان شاهد هستن که او قبل از مرگ شکنجه شده و زندانیان دیگه صداش رو شنیدن و حتی یک شیئی به سرش زدن که از حال رفته و بدون رسیدگی اون رو فرستادن به قرنطینه و جان باختن و در نهایت گفتن که از ما خواستن که رضایت بدیم، در صورتی که رضایت نمیدادیم جسدش رو تحویل نمیدادن و گفتن که ما چون بلوچ هستیم و اهل سنت هیچ کس رسیدگی نمیکنه و نخواستیم که جنازه پیششون بمونه، به همین خاطر هم مادر این خانواده رضایت میده و گفتن این درست نیست چون آثار تناب از پایین گلو، اگر کسی بخواد خودکشی کنه آثارش بالای گلو خواهد بود. برادرم را کشتند و گفتن اهل سنت باید بمیریم، کسی نیست پیگیری کند، از شما انتظار داریم از حق ما دفاع کنید، ما کسی را نداریم جز خداوند. درسته و میخوام یک بار دیگه روی این نکته تاکید بکنم که این فرد حتی از اتهامی که بهش وارد شده بوده توی بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی تبرئه شده بوده، اما با این وجود توی زندان به قتل رسیده. شکنجه‌ها توی زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی ادامه داره و زندان شیبان اهواز هم متأسفانه شامل همین وضعیت میشه. زندانی‌های سیاسی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن.
بله، روز یک شنبه تعدادی از در واقع مسئولین زندان شیبان اهواز به ضرب و شتم زندانیان سیاسی معترض این زندان میپردازن و 3 نفر رو به حدی در واقع ضرب و شتم میکنن که اونها به مراکز درمانی منتقل میشن و در واقع به اعتصاب قضا اینها به اعتصاب قضا میرن و اعتراضشون هم کاملا قانونی هست. عدم تفکیک جرائم در واقع جرمی که حتی وحید سیدی نصیری در این راه جان خودش رو از دست داد، ولی همچنان ما با این جرم و ضرب و شتم و اعتصاب قضاهایی که در این رابطه هست در زندان‌های مختلف درگیر هستیم و این زندان در واقع مسئولین زندان که این کار رو انجام دادن، این ضرب و شتم ها رو انجام دادن، لازم هست اسمشون گفته بشه: سخاوت رئیس زندان، لاله‌زاری، زارع ذوالفقاری و سید حمید موسوی در محل حاضر میشن و زندانیان سیاسی رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدن و بعد هم در واقع به انفرادی منتقلشون میکنن و لازم هست که گفته بشه که از تماس تلفنی با خانواده و ملاقات همین زندانیان در واقع محروم شدن. و لازم هست گفته بشه که یک ضرب و شتم دیگه هم در زندان شیبان اهواز داشتیم به نام قاسم محمد پور شبیب سواری، زندانی که در بند 5 زندان شیبان روز یکشنبه به شدت شکنجه شده. در اثر این شکنجه شدید به بیمارستان حتی منتقل شده ایشون. اطلاعات سپاه اهواز هم هنوز داره به بازداشت‌های بی‌دلیلش ادامه میده و 2 مورد جدید رو هم داشتیم. بله، روز دوشنبه 6 اسفند ماه جاسم زرگانی 50 ساله از اهالی شهرک دانشگاه شهر اهواز توسط اطلاعات سپاه بازداشت میشه و همچنین روز جمعه 3 اسفند فرید حیاوی 46 ساله از اهالی شهر کوی کیانپارس اهواز همچنین بازداشت میشه توسط اطلاعات سپاه. از محل نگهداری و دلیل بازداشت این دو شهروند عرب هنوز هیچ اطلاعی نداریم. یک خبر دیگه ای رو هم داریم که شاید خیلی به وضعیت زندانی های سیاسی مربوط نباشه، اما شرایط کشور ما متفاوت است. خبر درگیری هواداران استقلال و فولاد رو داشتیم که به تحریک لیدرهای استقلال بوده. این لیدرها که همه میدونیم تحت فرمان عمل میکنن، تحریک کردن و مردم شعارهایی رو دادن بر علیه عربها، فحاشی کردن، حرفای توهین‌آمیزی زدن و منجر شده به درگیری که البته فقط هواداران فولاد بازداشت شدن و با هواداران استقلال هیچ برخوردی نشده. بله، خبری که به دستمون رسیده روز پنجشنبه 9 اسفند در واقع بعد از بازی استقلال و فولاد خوزستان درگیری ایجاد میشه بین هواداران و نیروهای امنیتی که در واقع گروهی از جوانان عرب دستگیر میشن. اطلاعی در مورد تعداد دستگیر شدگان نداریم، ولی یک نام به نام آقای باسم دورقی که زیر سن 18 سال هستند دستگیر شدند و نیروهای امنیتی به جای کنترل هواداران تیم به سوی هواداران در واقع هواداران فولاد گاز اشکاور پرت میکردن و این در واقع بعد از بازی فوتبال گروهی از جوانان عرب دستگیر شدن. این جوانان پوشیدن لباس عربی که به آن در واقع دشواشه میگویند را راهی میبینند برای معرفی هویت فرهنگی خود به تیم و هواداران میزبان. این هم از آن سو به وجود اومده که رسانه های جمهوری اسلامی لباس و فرهنگ عربی رو با وهابیت یا اسلام رادیکال مرتبط میکنند و به برخوردهای امنیتی میپردازند که در واقع سازمان فعالین حقوق بشر اهواز این دستگیری ها رو فراقانونی و خودسرانه اعلام کرده و خواهان آزادی بیقید و شرط اونها شده. و در آخر هفته گذشته ما روز جهانی زن رو داشتیم و مطابق معمول طبق رسم هر سال زنان زندانی سیاسی در این زمینه بیانیه ها و نامه هایی رو دادن که ممنون میشم یک اشاره بهشون بکنیم. بله، خانم زینب جلالیان و آتنای دائمی در رابطه با روز جهانی زن نامه های نوشتن و در واقع نظراتشون رو گفتن و نامه های بسیار زیبایی هم هست، ولی به دلیل کمبود وقت برنامه من پوزش میخوام و فقط نامه‌ای که از خانم مریم اکبری منفرد و گلرخ ایرایی در رابطه با روز جهانی زن به دستمون رسیده قسمت هایش رو میخونم. اونها گفتن که روز جهانی زن را به زنان جهان و به زنان آزاده تبریک میگوییم، به تمامی زنانی که علیه حکومت‌های مرتجع و زنستیز پیشتاز بوده و هستند. و گفتن که 2 مقوله آزادی و برابری مورد توجه همه مبارزات سیاسی و اجتماعی بوده و هست و این 2 با یکدیگر رابطه متقابل دارند و گفتن زنان ایران در طول تاریخ ثابت کردند که همیشه در خط مقدم نبرد علیه تبعیض جنسیتی بودند. نخستین دوره در واقع ذکر کردن از دوران مشروطه که تا کنون هم ادامه دارند و گفتن که به گواه اغلب کارشناسان و
مدافعان حقوق زنان ایران تنها کشوری در جهان است که هزاران زن در آن به دلیل مخالفت با ظلم و ستم و اعدام شده و یا زیر شکنجه به قتل رسیدند، در دهه 60 هزاران زن و دختر جوان و زنان باردار و مادران سالخورده به خاطر بیان عقیده اعدام شدند. آنان حدود 1/3 شهدای راه آزادی ایران را تشکیل میدن و ذکر کردن از تحمیل حجاب اجباری که از جزئی ترین حقوق زنان به شمار می رود، حقی که از 11 اسفند 57 از زنان دریغ شد و مجری اجرای این طرح همان رئیس جمهور دولت کنونی روحانی بود، دولتی که همینک 87 مورد اعدام زنان در کارنامه حکومتی خود دارند و گفتن چنان که شاهد بودیم چه در دوره اصلاحات و چه در دوره اعتدال هیچ گونه تغییری در شرایط حقوقی زنان به دست نیامده و گفتن که در واقع در 40 سال گذشته هرگز در مقابل دیکتاتوری زنان ایران زمین سکوت نکردند و دوشاتوش مردان به صفوف مبارزه علیه استبداد مذهبی پیوستند. آنها خواستار حق خود بوده و بهای آزادی را میپردازند تا تاریخ میهنشان ورق بخورد، تا ایران را احیا کنند به امید آن روز. ممنونم از تو شکوپه عزیز. مطابق معمول با اخبار زندانی سیاسی در خدمتتون بودیم. مثل همیشه از شما میخواییم اگر اخباری اطلاعاتی راجع به زندانی های سیاسی، به خصوص کسایی که کمتر شناخته شده هستند، دارید برای ما از طریق راه های ارتباطی شبکه ارسال بکنید تا ما بتونیم اخبار اونها رو پوشش بدیم. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. بدرود.